هشتم صله رحمه که از اسباب تقرب به خدا باز به شما رفته. حضرت میفرمایند و صلت الرحم فانها مطرعه فی المال و منسعه فی الاجل. صله رحم سبب افزایش مال و باعث تاخیر مرگ و سبب طول عمره. ممکنه این جمله باز برای خیلی ها قابل قبول باشه که عمر دست خداست. درسته؟ ما عجل معلق داریم و عجل حتم داریم. عجل حتممون هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. اذا جا عجل هم لا یستقدمون ساعتم ولا یستاخرون. اما در بحث عجل معلق ما میبینیم چرا؟ خیلی چیزها میتونه درش اثر بگذاره. یکیش مسئله صله رحم هست. ما حالا سه تا دلیل رو سبب میگیریم و دلیل جالبی هم هست. من در روایات بررسی میکردم این سه تا دلیلی که عرض میکنم رو از خود روایات در آوردم که با صله رحم روابط خانوادگی برقرار میشه و در مشکلات یک دیگه چکار میکنن؟ یاری میکنن. یعنی وقتی آدم صله رحم کرد اگه فقیری در فامیلش باشه طبیعتاً دنبال رفع نیازش میره. نسبت به هم دعا میکنن. وقتی یک کسی میاد صله رحم به جا میاره، علاوه بر اینکه دستور خدا آمده که الذین یصلون ما امر الله بهی ان یوصل، حداقلش اینه که باعث میشه اون فرد متقابل دعا کنه که خدایا عمرش رو طولانی کن. این دعا میتونه در حق این فرد مؤثر واقع بشه. سوم میتونه نشاط و شادابی بر خانواده حاکم بکنه و غم و اندوه رو از بین ببره. یعنی خود این ارتباط با خیشاوندان سبب میشه آدم خیلی از افسردگی هاشو از دست بده. و روی این جهت میفرماین امیرالمومنین و صدقت به حساب عمرتون، مراقب باشید، صله رحم رو مراقب باشید، ارتباطتون با اطرافیانتون باعث بشه شما بتونید راحت تر زندگی کنید، بهتر با خدای خودتون ارتباط برقرار کنید و نشان دهنده ایمان به خدا هم هست.